کار من احوال پرسی از غم است، کار من پارو زدن بر شبنم است. لنج ها ماهی به خشکی میبرند، کار من ماهی به دریا بردن است. از ادب دارم خدمت شما همینان عزیز ارجمند، من خیلی سپاسگزاری از همه مراحم شما و از توجه شما به برنامه که داشتیم، الان برنامه که داریم هنوز با آقای دکتر اسماعیل نوریالا و خاطرات ایشون و گذشته و سیر تحول و تطور در شعر و ادب و هنر ایران در مجموع و گزارشی از نحوه رفتار و افکار و سلوک جمعی از چهره‌های سرشناس روشنفکری ما که اغلب اونها با آقای نوریالا دوستی داشتند و رفتن به کانون نویسندگان و دیدار با جمعی از شخصیت‌های متنفذ فرهنگی و ادبی. این تا اینجا اومدیم بحث رو دنبال میکنیم. اگه به خاطرتون باشه آخرین بار رفتیم سر صحنه اولین فیلمی که آقای نوریالا داره اون رو میسازه و قراری که در برنامه امروز گوش کنیم به خاطرات دکتر نوریالا از آن روز و روزها. اما نکته‌ای که لازم خدمت شما بگم، با توجه به اینکه امروز روز تولد نوریالاست، روز تولد هفته به اضافه یک میشه هشت، یک به اضافه هفته میشه هشت، درسته؟ ما قبول داریم که 17 سالگی آقای نوریالاست. میگن که به اصطلاح عرض عمر رو نه بر پایه سالها، بر پایه اون سنواتی که انسان واقعا زندگی کرده محاسبه میکنن. برخی ممکنه 100 سال عمر کنن اما دو ماه زندگی کرده باشن، برخی 90 سال 5 سال و الی آخر. اما دکتر نوریالا از اون زمره شخصیت هایی است که معنا و هنر زندگی کردن رو بله. یه نکته ای که ضروری است میخواستم از دکتر نوریالا تقاضا بکنم این که این در به اصطلاح متدولوژی نقد جدید مخصوصا در زمینه هنر و فرهنگ اغلب توجه میکنن به سن و سال خالق اثر، خیلی مهمه. اون ممکنه اثری مثلا در دوره نوجوانی یک خلاق بزرگ پدید آمده باشه، خیلی متفاوته با دوران مثلا دوران پختگی او. مثل حافظم یه بخشی از اشعارش خیلی خوشباش، خوشگذران، اهل زندگی، اندکی ماجراجو، در یه دوره هم هست که حاضر دچار غم و اندوه عظیمی است. محمد فوت کرده، جوانش مرده و فکر کنید که چقدر اثر گذاره در روحیه شاعر. از اون به بعد یه غم و اندوه شعر او رو فرا بگیره. در چه خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم به سن و سال یک شخصیت وقتی که در کار هنر و ادب استمرار هم داره. این خیلی باید دکتر نوریالا عزیز، درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، همکاران شما و بینندگان گرامیتون. حال شما خوبه؟ تبریک میگم به تو، تبریک میگم سال روز میلاد دوست عزیز ما آقای دکتر نوریالا. امیدوارم که سایش بلند باشه تو هم با شما. سرخوشی و کامروایی. عرض کنم ما امروز تو این خونه عرض کنم که دو تا ماجرا رو جشن میگیریم به اصطلاح. خب با نوه ها و بچه ها جشن تولد من، ولی در این حال 23 سال پیش در چنین روزی من و خانم میرزادگی با هم ازدواج کردیم. عجب، در چنین روزی بود؟ بله بله. ایشون به من میگه تو کلک زدی برای اینکه تولد تو حتما جشن میگیریم. خب در به هر دو تبریک میگم. مرسی. بعده شما تبریک میگم. امروز عرض کنم امیدوارم پای هم پیر شید. مرسی، من شدیم دیگه. عرض کنم امروز صبح به یاد 23 سال پیش یه نامه نوشتم برای دکتر اسماعیل خویی. به خاطر اینکه 23 سال پیش در لندن وقتی که من و خانم میرزادگی تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم و باید میرفتیم به شهرداری و در اونجا عرض کنم که یه اتاقی بود که مهمان ها هم میشستن، ما همه دوستان لندنی خودمون رو دعوت کردیم اونجا. نه و از جمله شون دکتر خویی بود که
در واقع ایشون شاهد ازدواج ما بود و اون ورقه ازدواج ما رو به عنوان شاهد امضا کرد. بعد تشکر کردم ازش، گفتم خیلی امضای محکمی انداخته بودی زیر اون کاغذ. ما مثل همون 23 سال پیش هنوز یار و عرض کنم که همراه هم دیگه هستیم. بعد در این حال یاد یک واقعه خوشمزم افتادم که بد نیست برای آغاز برنامه امروز اونم نقل بکنم. معمولا در مراسم ازدواج در فرنگستون اون کسی که عقد میکنه از حضار میپرسه که آیا در بین شما کسی هست که با این ازدواج مخالف باشه یا دلیلی داشته باشه که نمیشود این ازدواج صورت بگیره. اون روز هم عرض کنم عاقد یه همچین سوالی رو از حضار کرد. فرض ما این بودش که خب کسی که اعتراضی چیزی نداره، ولی ما دیدیم که هادی خرسندی دستش بلند کرد و گفت من اعتراض دارم. عاقدم خیلی تعجب کرد و بعد گفتش خب آقا اعتراضتون از بابت چیست؟ گفت نه من به شما اعتراض ندارم، من عرضم اینه که به این دوتا دوست عزیز خودم بگم که خوب فکراتونو کردین، برای اینکه اگر این طرف خطبه رو بخونه و حالا خطبه به زبان انگلیسی هر چیزی رو بخونه و شما ازدواج بکنید، اگه پشیمون بشید 2 سال باید بدوین، بنابراین خوب فکراتونو امروز بکنید. به حال یادیست از رفقای عزیزی که در زندگی بهشون برخوردم. امیدوارم همه زنده باشن، همه شخصیت‌های نازنین این روزگار که واقعا همین همه دل در گرو ایران دارن و هنوز به خاطر ایران تلاش میکنن، فعالیت میکنن و دلواپسیشون میهن و سرزمین و سرنوشتشه. دکتر یعنی این که گفتید اعتراض، اگه یه نفر اعتراض بکنه بعد چه اتفاقی میفته؟ خب بعد مراسم متوقف میشه؟ بله متوقف میشن که به اعتراض برسن دیگه. مثلا یکی بلند میشه میگه این آقا در ایران مثلا زن داره. خب میدونم، آخه باید یه قاضی باشه تصمیم بگیره، یه عاقد که نمیتونه تصمیم بگیره، بعد موکولش میکنن، یعنی میفرستن پرونده رو به یه دادگاهی چیزی دیگه. خب اگه اومد یه نفر از سر شیطنت این کارو کرد. نمیدونم، من که زیاد در این مراسم تنها باری همین الان گفتید درسته، همین احتمالاً یک پیشبینی هایی در این زمینه شده است. کسی که این مثلا نرفت گل بچینه، جوابا صریح بود و بی‌وقفه. بله من الان عکسای اون روز رو نگاه میکنم، چه خیلی چهره های رو میبینم که مثلا در میون ما نیستن. مثلا دکتر منوچهر ثابتیان از اعضای اون جلسه بود و دیگرانی که حالا من میخواستم از شما این اجازه رو بگیرم که در سرآغاز برنامه امروز که صحبت تولد و 71 سالگی و اینها شد، این رو خدمتتون عرض کنم که این خاطراتی که در این 23 تا برنامه گذشته بیان شده و در چند تایی که خواهیم داشت بیان خواهد شد، در واقع نشان میدهد که زندگی این 71 ساله بنده از چندین قسمت گذشته است. من از این 71 سال 32 سالش رو در ایران بودم، 20 سالش رو در انگلیس زندگی کردم و 19 سالی هم هست که آمدم به امریکا و در نتیجه میزان غیبت من از اون وطن بیش از میزان حضورم در اون وطن است. اما همونطور که برنامه شما شاهد زنده اون هست، ما مثل این که هرگز نمیتوانیم اون چرا که در اون 32 سال بر ما گذشته، ارزش ها و نگاه ها و جهان بینی هایی که اون 32 سال به ما داده، با این که بیشتر عمر رو در خارج گذروندیم فراموش بکنیم. من یادمه که وقتی که در ایران بودم همیشه فکر میکردیم که این جمالزاده واسه چی رفته از زمان رضاشاه رفته به سوئیس و اونجا موندگار شده و این چه میکنه، و خیلی حضور جمالزاده در خارج کشور برای من یکی لاغر خیلی مسئله برانگیز و جالب بود. و حالا که نگاه میکنم میبینم اکثر همرزمان ما، عرض کنم خود حضرت عالی، بنده، نم دکتر خویی،
هادی خورسندی، ما هممون از سر ناگزیری بلند شدیم آمدیم به خارج از کشور، وگرنه روح و روان ما هنوز در اونجاست. اگر پرسش و پاسخی داریم با اون جامعه، با اون تاریخ و با اون مردمه. و به همین دلیل، به علت این الفت هست که فکر میکنیم که بقیت و سیف زندگی خودمون رو هم باید به پای همین پیوند بریزیم. دقیقا. و برای اون مردمی که پشت سر گذاشتیم و اکنون میبینیم که دو سه نسل گذشته است، نوه های ما، نتیجه های ما اکنون در ایران زندگی میکنن و اکثریت جمعیت جوان مملکت ما رو تشکیل میدن، ما وظیفمون این است که در آنچه را که در توان داریم در خدمت اونها بگذاریم. کاملا. بنابراین امیدوارم که آنچه که میکنیم واقعا گویای عرض کنم که این مسئله باشه. امیدوارم. من در این حال میخواستم این رو هم عرض بکنم که من از لحاظ فکری، منهای حالا دوران کودکی و نوجوانی و دبیرستان، از وقتی که پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشتم احساس میکنم که 4-5 مرحله مختلف رو پشت سر هم گذاشتم که همشون در سرآغاز جوانی من حضور داشتن، ولی هر بار یکیشون آمدن بر بقیه غلبه کردن و شدن عرض کنم که سلطان اون روزگار زندگی من. به معنی این که من از یک سو وابسته و عاشق هنر و شعر و ادبیات بودم و در نتیجه در زمینه شعر، در زمینه نقد شعر، در زمینه عرض کنم که سینما و نقد سینما قلم زدم و کار کردم در همون 32 سال داخل کشور. در این حال من از همون سیکل دوم دبیرستانمون عاشق جامعه شناسی و علوم اجتماعی شدم. برخوردم با عرض کنم که مکتب فکری آقای خلیل ملکی به من معنا داد به اندیشه های من و در نتیجه همزمان با کار شعر و سینما من تحقیقات از جامعه شناسی و مقالات جامعه شناسی هم داشتم. در یک مرحله از زندگی من عرض کنم که شیفته عرفان ایرانی شدم و از طریق اون عرفان به مذهب کشیده شدم، آدم مذهبی شدم. در چه دوره‌ای بود حدودا؟ در چه سن و سالی بودی؟ عرض کنم تقریبا یک برهه زمانی بین 1346 تا 1355 رو در بر میگیره، یعنی حدودا 22 سالگی. ببخشید صدای شما قطع و وصل میشه. من حدودا 22 سالگی. بله بله بله. عرض کنم که خب در اون دوران من بیشتر تحقیقات خودم رو گذاشتم، نخست در مورد اسلام شناسی و سپس در مورد عرفان ایرانی، و بعد هم که آمدم از ایران بیرون و در خارج از کشور ابتدا شروع کردم به کارهای فرهنگی. خانم میرزادگی هم که در زندگی من ظهور کرد این مسئله رو تشدید کرد و بالاخره از وقتی که خاطرم هست شما یک روزی در تلویزیون آی تی وی نشسته بودید و برنامه اجرا میکردید و یک نفر از اصفهان مثل این که به شما تلفن کرد و یهو کشف کردیم که این امواج رادیو تلویزیونی میتواند به ایران هم برود و در نتیجه فضای خارج کشور به کل عوض شد و ما توانستیم با صدامون، با چهرمون، با حرفهامون برگردیم به ایران. و من به خانم میرزادگی گفتم که این یک فرصت نابهنگام و نامنتظره است که می توانیم ازش استفاده بکنیم و بیا ما هم بریم توی این کار و در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شیم و برنامه های تلویزیونی داشته باشیم، که این مصادف شد با دعوت حضرت عالی از ما که در برنامه یاران شما هم
که اون موقع از AFN پخش می شد، ما شروع کنیم برنامه های رادیویی رو اول و بعدم تلویزیونی رو اجرا کنیم و بعدم بقیه مسائل پیش آمد. و به این ترتیب توی 15-16 ساله اخیر ما یک پیوند نامرئی اما بسیار کهنبیخی رو با جوانان ایران پیدا کردیم. یعنی من واقعا افتخار میکنم که وقتی میبینم نسل جوان ما با من تماس میگیره، شاعراشون کتاب شعرشون رو برای من میفرستن، به خصوص دانشجویان علوم اجتماعی به ما میگویند که با مخالفتی که رژیم با علوم انسانی داره، بسیاری از مسائلی که در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی مطرح هست در دانشکده ها تدریس نمیشه و تشکر میکنن که گهگاهی ما از حد جبهه‌گیری سیاسی و بحث‌های سیاسی خارج میشیم و وارد یک نوع تحلیل‌های جامعه شناختی و علوم اجتماعی مسائل داخل کشورمون میشیم. و هر حال من در این 71 سالگی خوشحالم که اگر که جسمم در ایران نیست، روح من از طریق این رسانه ها به ایران میرسه. یک بار در واشنگتن یک مجلس خصوصی داشتیم در منزل آقای تقی مختار که سردبیر روزنامه ایرانیان هستن و ایشون از بنده و کارهای من تجلیل کردش و دوستان دیگری هم که سرشناسان واشنگتن بودن اونجا بودن و مراتب محبت ایشون رو تصدیق کردن. من اونجا یک اقراری رو به اونها کردم و گفتم که من وقتی که جلوی کامپیوتر می نشینم و شروع می کنم مثلا مقاله‌ای رو تایپ کردن یا شعری رو مثلا نوشتن، به این خطوطی که روی کامپیوتر نوشته میشه یه حالت حسادت پیدا میکنم، برای اینکه فکر میکنم که من رفتنیم اما اینا تا اطلاع ثانوی میتونن موندگار باشن، حالا اگر که ارزش داشته باشن طولانی بودن، اگر نداشته باشن به هر حال بعد از مدتی زنده خواهند موند و بعد به دست فراموشی سپرده میشن. و همین حالت رو در مورد نشستن در مقابل دوربین تلویزیون هم احساس میکنم و به خصوص وقتی که شما از من دعوت کردید که در این سری از برنامه ها شرکت بکنم، در ابتدا شاید بشه گفتش که بساز و بفروشی عمل کردم، یعنی گفتم میرم میشینم اونجا و هرچی که آقای میبودی از من پرسیدن من میگم و شرطشم این باشد با خودم که صادق باشم، دروغ نگم و جعل نکنم. و ولی رفته رفته که در پیش آمدیم و مطالب مطرح شده و این بازخورد این مطالب به وسیله عرض کنم که ایمیل هایی که من دریافت میکنم یا تلفن هایی که میشه، یک مرتبه متوجه کرده که این برنامه ممکنه ماندگار بشه و وقتی که تو نباشی این تویی که توی این عکس ها هست این حرف ها رو بازگو بکنه. بنابراین سعی کن که مرتب و بهتر حرف ها رو عرض کنم که بیان بکنیم. به حال صاحب برنامه شمایید و امیدوارم که شما از آنچه که گذشته است در این مدت راضی باشید و من هم اجازه داشته باشم که لااقل از اون 32 سال زندگی در داخل ایران آنچه را که به یادم مونده بیان بکنم. حالا بعد از ایران بیرون آمدن و عرض کنم مهاجر و تبعیدی شدن خودش داستان دیگری که است که میشود بهش پرداخت. باشد سایبر از شما سپاسگزاری هم که ما رو سعیم کردید در زندگی گذشته خودتون در کمال شهامت فوق‌العاده است، خیلی مغتنم شنیدن خاطرات شما، ما ممنونیم. و یک سال اینجا باقی است که چه رازی نهفته که ایرانی ها اینقدر به میهن و سرزمین خودشون علارغم دوری از وطن اونم سالیان سال دلبستن و این دلبستگی هیچ وقت گسسته نمیشه، در حالی که در بقیه اینجوری نیست. آثار نویسندگان مهاجر روس را اگه بخونید تقریبا چه اشاراتی به گذشتهشون نمیشه، کسی غم گذشته رو نمیخوره. چینی هایی که در دوره انقلاب فرهنگی چین رو ترک کردن به همین ترتیب اصلا علاقه ای ندارن، یا خیلی ها که از کامبوج آمدن بیرون، یا ویتنامی ها در همین ایالات متحده آمریکا. ولی دلبستگی ایرانی ها به
میهن و سرزمینشون غیر قابل گسسته و این جالبه و یعنی میخوام بگم زمانم روش اثرگذار نبوده. در سفر گرون بینی یا خوتن چی رود از یاد تو حب وطن. مولوی آقای نوریالای عزیز، شما اینو در چی میبینید؟ در این در سنت فرهنگی ما میبینید ریشه های عمیق در چیه؟ چرا اینقدر ایرانی ها به مملکتشون وابستن و نمیتونن ازش دل بکنن؟ عرض کنم که خب به هر حال مسئله در اینه که ما ملتی بوده ایم کهنسال و فرهنگ آفرین، و فرهنگ حتی به اسمش هم که نگاه کنید، این فر و هنگ، هنگ رو از من مطالعه میکردم در زبان فارسی، دیدم که فرهنگ در واقع یکی از معانیش محل ظهور آب قناته. یعنی در دهات ایران اون محلی که قناتی که فرسنگ ها راه رفته و از یه جا ظاهر میشه به اونم میگن فرهنگ. و در حالی که مثلا تو فرنگی وقتی که میگن کالچر بیشتر به کشاورزی و عرض کنم که رشد و نمو اشاره دارم، اما ما در واقع اشارمون به یک رودخانه پنهانیست که همواره در جریان از سرچشمه های بسیار دور میاد و یک جایی در واقع در اون لحظه که ما به دنیا میاییم و در معرض تشعشع زندگی اجتماعی قرار میگیریم ظهور پیدا میکنه. به نظر من مسئله تعلق ما به فرهنگمون یک تعلقیه که با شیر اندرون شد و با جان بدست شد، به خاطر اینکه معنی داره این فرهنگ، از زیر بوته در نیامده، یک جهانبینی کاملی رو به ما ارائه میده. از یک سو ما میبینیم که ما همیشه دوستدار و علاقمند به خرد بوده ایم و هرگز عرض کنم که خرد رو زیر پای خودمون له نکرده ایم، مگر اینکه بخواهیم یک چیزی بالاتر از خرد بیافرینیم. یعنی اینکه بعضی ها میگن که خب آقا مولوی گفته است مثلا پای استدلالیون چوبین باشد، یا حافظ گفته که تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا مثلا به عمل به حقیقت خواهی رسید. اما این به نظر من در فرهنگ ما به معنای عرض کنم که پس زدن خرد و تعقل نیست، بلکه برای آن است که ما بتوانیم این خرد یا این عقل، به قول حکمای قدیمی عقل فضولی رو تبدیلش بکنیم به یه عقلی که جهان رو فراتر از نگاه های مشخص مادی و امروزی و زمانمند ما نگاه میکنه. یعنی که مثلا ما وقتی که میاندیشیم به تفکر وحدت وجودی که از زمان آیین مهر در فرهنگ ما وجود داشته و اینکه هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، ما میتونیم که هم برگر رو ببینیم، هم پیوستن این برگ رو به درخت و درخت رو به طبیعت ببینیم. این به نظر من یک توسع عجیب غریبی به فرهنگ ما داده و هر آن کس رو که در این فرهنگ دم بزنه و با برخی از رشحات اون آشنا بشه اسیر خودش خواهد کرد و دیگه نمیشه از اون گریخت و به دامان فرهنگ دیگری پرداخت. ملتی که دارای این از ریشه های کهن و به هم پیوسته نیستند البته به زودی تحت تاثیر قرار می گیرند. ولی شما نگاه بکنید 400 سال بعد از اینکه عرض کنم که عرب آمدند ایران و اونجور غارت کردند، اونجور کشتار کردند، یکو از دل شهر طوس فردوسی میاد بیرون و تمام اون فرهنگ و سابقه رو زنده میکنه، زبان رو زنده میکنه، اندیشه رو زندگی میکنه، دین رو زنده میکنه و در نتیجه برای هزار سال دیگه تضمین میکنه بقای این ملت رو، به طوری که میبینیم که پس از هزار سال یه شاعری مثلا اسماعیل خویی شعر بلندی میگوید به نام گزاره هزاره و اون رو تقدیم به فردوسی میکنه و با این که شکوه میکنه از این که در این مقطع هزار ساله ما به
عرض کنم اعماق کثافت تاریخی فرو رفتیم، اما هنوز چراغ‌های راهنمای ما وجود دارند و میتونن آینده سعادتمندی رو برای ما تضمین کنن. غزاله یکی گفتم شهامت میخواد واقعا کسی اجازه بده که شما وارد قلعه زندگی گذشته او بشید بدون پیش شرط. یه موقع است که خب ما قبلش با هم صحبت میکنیم، مشخص میشه من چه سوالاتی میخوام بکنم، ولی خوشبختانه از نخستین لحظه‌ای که برنامه شروع شده نه دکتر نوریالا میدونه من میخوام چه سوالاتی بکنم، نه هرگز ایشون از من پرسیده. از این بابت میگم هم متحورانه است هم بسیاری گفتگو مغتنمه. آقای نوریالا، من با چند نخست وزیر درخواست مصاحبه کردم. یکی از اونها با دکتر بختیار بود که چندین نوبت با ایشون گفتگو کردم، وقت رو داشتم. یکی با آقای اسخاری بود، خیلی دلم می‌خواست با ایشون مصاحبه کنم. اسخاری که به اصطلاح نخست وزیر نظامی بود، ولی به نظر من اثر نخست وزیر غیر نظامی خیلی شلتر عمل کرد و ایران شاید از همون زمان بود که این پایه‌های این ستون ها لغ شد و بالاخره این سقف پایین آمد. ایشون قبول کرد، در کمال شهامت قبول کرد، یه گفتگو انجام داد، گرچه گفتگو چندان رضایت بخش نبود. آقای شریف امامی قبول کرد بعد رد کرد، بعد آقای طوفانیان قبول کرد اما ایستاد مصاحبه کرد. خیلی جالب که مرد شهرت داره به مردی که در قلمرو معاملات تسلیحاتی درصدی از به اصطلاح درآمد، درصدی از به اصطلاح مبلغ خرید رو برای خودش برمی‌داشت. البته ایشون انکار کرد در این زمینه، ولی مصاحبه جالبی بود. یکی هم آقای جمشید آموزگار بود، نخست وزیر. ایشون هم قبول کرد ولی متاسفانه ساعت 8 صبح، یعنی روز بعدش ساعت 8 صبح به من تماس گرفتن و گفتن که فعلا انصراف دادن. و خیلی اسباب تأثیری که نخست وزیری که پست به این اهمیت داشته خاطراتش میتونه خیلی مؤثر باشه، ولی ایشون گفتن نه من البته خاطراتمو دارم می‌نویسم، بعدها گویا بعد از مرگ قراره که خاطراتشون رو دیگران منتشر کنن، اون زمان ممکنه دیگه به درد نخوره. به همین لحاظه که میگم گفتگوهای از این دست خیلی حائز اهمیت هست، مخصوصا در این شرایط. همین حرفایی که دکتر نوریالا زده چقدر روشن کرده زوایای تاریک، یا موفق شده بالاخره اون صفحات ننوشته رو برای نسل جوان بنویسه که بدونن بر ما چه گذشته، روشنفکران ما طرز فکرشون چی بود، چه تلاش‌هایی می‌کردن، چه جنبش‌هایی در اون زمان وجود داشت. برخی از این جنبش‌ها نتیجه داد، برخی نتیجه نداد. برخورد خود روشنفکرها با هم که به نظرم بسیار تأسف برانگیزه که بین خودشون جناح‌بندی‌هایی کرده بودن طیف‌های مختلف و اینها درگیر حسر هم دیگر بودن، یعنی تا اینجا پیش می رفتن. به هر حال این صحبت ها خیلی مؤثر بود و همینطور سرنوشت بسیاری از نویسندگان و چهره های پر آوازه میهن ما در گذشته که بعد چه وضعیتی پیدا کردند و چطور به طور غم انگیزی دنیا رو ترک کردند و رفتن، اغلب هم در دور از میهن. فکر می کنم که فرصت زیادی نباشه، شاید مثلا یک دقیقه وقت دارید. دکتر نوریالا خواهش میکنم که در پایان سخنی دارید بفرمایید، هنوز یک دو دقیقه وقت دارید بفرمایید، بعد گفتگو رو ادامه میدید با هم دیگه. حتما، شاید بعد نباشه حالا که با خاطره شروع کردیم با یه خاطرم تموم بکنم. این که گفتید تیمسار اظهاری، از کنم که خب همه فکر میکنن تیمسار اظهاری خب تیمسار بود و شمشیرکش و غیره، ولی چنین اتفاق افتاد که وقتی بنده رفتم به کلاس اول دانشکده علوم اجتماعی، علوم دانشکده ادبیات زبان انگلیسی، دختر ایشون هم کلاس ما بود و عرض کنم که گاهگاهی دعوت میکردند هم کلاسای خودشون رو به خانه شون و من در اونجا چند بار تیمسار اظهاری رو دیدم که عرض کنم که خیلی آدم ساده و فرهنگ دوستی به نظر من می آمد. اصلا من نمیتونم تصور بکنم که این یالوکوپالی داره شمشیری میبنده و میتونه یه روزی مثلا یک حاکم مقتدری باشه. خیلی آدم سلیم و نفسی به نظر من. خب تشکر میکنیم، گفتگو رو دنبال میکنیم با آقای دکتر نوریالا عزیزم. دونم 23 24 این بخش دیگه امیر درخشان برنامه رو کارگردانی کرد، از صمیمانه سپاسگزارم. دکتر نوریالا عزیز تا دیدارید دیگر، خیلی متشکرم، قربان شما.